تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تفسیرش آشنا میشیم. با تفسیرش هر آیه چند دقیقه. جزء 14 سوره نحل آیه 26 با هم بشنویم. قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی که قبل از ایشان بودند، بحث مستکبرین بود در آیات قبل که فرمود مستکبرین به خاطر تکبری که دارن آیات وحی را میگن نه افسانه های پیشینیان، حرف های خرافیه، تبلیغ میکنن اینها خرافاته، نه خودشون هدایت میپذیرن و نه میذارن دیگران هدایت بشن. این آدما گناه خودشونو دارن، گناه اونهایی هم که در اثر تبلیغات در انحراف موندن به گردنشونه. حالا قد مکره، خب اینها مکره، یعنی میفهمن رو لجبازی رو تدبیر و برنامه ریزی میگن اساطیر الاولین. نه اینه واقعا نمیفهمن. جهدو بها و استیقنت ها، قرآن میگه گاهی وقتا به زبو میگن ولی تو دلشو باور دارن. واقعا این افسانه است یا رو لجبازی و استکبار میگی؟ اینا مکره، تدبیر میکنن. الذین من قبلهم، قبل از اینها هم افرادی بودن که با همین مکرها، با همین تحقیرها راه رو میرفتن، اما خداوند فأتى الله بنيانهم من القواعد، قهر خدا به سراغ اونها اومد، پایه های بنای اونها را در هم کوبید، سقف از بالا سرشون بر اونها فرود ریخت. گاهی خداوند سراغ بنیان میره، چون اینها انسان شکم که نیست که، در شکم گاو از ما جلوتره، در شهوت خروس از انسان جلوتره، خیلی حیوانات در خیلی چیز از انسان جلوتره. بعد حیوانات دیر برف رو میبینن، حیوانات راه رو گم نمیکنن، خیلی هاشون انسان راه رو گم میکنه. انسان که شکم و شهوت و لباس یعنی انسان فکرشه، اونهایی که انسانیت انسان فکر انسان رو میدوزن، بنیان ما فکرمانه، خدا هم سراغ بنیان اینها میره. اونها که به پیغمبر میگفتن سوان علینا اوعظت ام لم تکن، موعظه بکنی نکنی ما گوش نمیدیم، روز قیامت میگن سوان علینا اجزعنا ام صبرنا، جیغ بزنم میزنه سوان علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، سوان علینا اجزعنا ام صبرنا، فرق نمیکنه بگی و نگی گوش نمیدیم، قیامت هم میگن فرق نمیکنه، جیغ بزنیم تو جهنم و جیغ نزنیم فرق نمیکنه. زاغ و ازاغه، اینها بنیان انسانیت که فکر انسانیت میزنن، ضربه به فکر میزنن، خدا بنیان اینها خراب میکنه. و عذاب خدا من حیث لا یشعرون. این میگه من قبل هم، یعنی توطئه در برابر حق همواره بوده. و فأتى الله بنيانهم، مخالف دین و مکتب بدونه که خدا طرف اونهاست. اینا به پیغمبر میگفتن اساطیر الاولین، توهین به پیغمبر میکردن که حرفا پیغمبر سرته نداره، اما میگه فأتى الله، خدا به سراغ اینا میاد. این هر که با پیغمبر خدا طرفه، با خدا طرفه. هر کجا بنیان دین در خطر بیافته، خدا هم برخورد بنیادی باش میکنه. کیفرهای الهی مخصوص آخرت نیست، من حیث لا یحسرون، در همین دنیا از راه بیگمونی، از راهی که محاسبه حساب نمی کردن میاد. گاهی بنای محکم به جایی که جون آدم حفظ کنه، گور انسان میشه. فخر علیهم السقف، صاعقه میاد یا زلزله میاد، همین سقف محکم رو کلش میفته. زمان و مکان قهر خدا قابل پیش بینی نیست، من هی صلاح اشارو. خب پیام آیه چی بود؟ پیام آیه بود هر چی حیله و تدبیر و ضربه سخت‌تر باشه، قهر خدا سخت‌تره. یک، اینجا سراغ بنیان اومد به خاطر که خطر فرهنگی سخت‌ترین خطره، خطر اقتصادی، ضربه اقتصادی، ضربه ضربه ارضی، ضربه بالاترین ضربه ها، ضربه فکری و اعتقادیه، چون اساس انسان عقیده انسانه. وقتی عقیده انسان که بنیان انسانه ضربه خورد، خدا بنیانش رو خراب میکنه. آیه 26 تمام.
خدای تو به حق محمد و آل محمد بنیان فکری ما، اصول عقاید ما را، روز به روز ایمان ما را قوی تر کن و ما را وسیله تقویت ایمان دیگران قرار بده. از هر فکر و گفته و قلم و تبلیغ و عملی که عقاید مردم متضرر میشه همه ما را دور بدار. و گاهی وقتا عمل ما مردم را بیدین میکنه. من از زهد میگم، میاد تو خونه میبینم من زندگیم اشرافیه. وقتی ما تو میگن عجب، پس اینها خودشون هم عمل نمیکنن دیگه. گاهی وقتا وعده میدیم، وعده مون عمل نمیکنیم. تظاهرم ظاهرمون بهتر از باطنمونه. قیافه زهد داریم ولی نیست تو رو. حرف از شجاعت میکنیم، خودمون ترسو هستیم. این کارها عقاید مردم رو متزلزل میکنه. و عقاید مردم اگر متزلزل بشه، خدا هم سراغ بنیان ما میاد، ریشه مونو میکنه. ریشه عقاید مردم تضعیف بشه، خدا ریشه مونو میکنه. خدای همه مون حفظ کن. آیه 26 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.